دارید به برنامه دیگه از روی خط خوش اومدید. تعداد مبتلایان به ایدز در ایران طی 12 سال اخیر 9 برابر شده. شیوع بیماری ایدز در کودکان 40 برابر بیش از میانگین عمومیه. کمپ‌های ترک اعتیاد، کانون‌های کار کودکان، زندان‌ها و تغییر الگوی ابتلا از اعتیاد تزریقی به رفتارهای جنسی، اینها مهمترین راه‌های انتقال بیماری ایدز در ایران هستند. این آمارا رو وزیر بهداشت ایران اعلام کرده. وزیر گفته بیان نکردن واقعیت درباره ایدز و اطلاعات غلط سبب شده ایدز سالانه 80% افزایش پیدا کنه. به نظر شما چرا در رابطه با این بیماری اطلاع رسانی کافی نمیشه یا نشده؟ اصلا جامعه ایران چقدر آمادگی آموزش داره؟ به نظر شما نقش دولت، مردم و نهادهای مدنی در ارتقای آگاهی درباره ایدز چیه؟ من رویا ملکی و آرش سیگارچی امشب منتظر شنیدن نظرات شما هستیم در برنامه روی خط. با شما تلفن 202-6942-4360 همینطور میتونید در فیسبوک نظر خودتون به اشتراک بذارید، با اسکایپ روی خط بیاین، صوتی، تصویری و نوشتاری برای برنامه خودتون ایمیل بذارید، نظر بذارید و یا شماره تلفن تا ما با شما تماس بگیریم و اینستاگرام و توییتر روی خط رو دنبال کنید. برنامه خودتون خوش اومدید. در این دوشنبه خوش آمدید. درباره ایدز چه میدانید؟ بیماری که وقتی کسی رو آلوده میکنه چند سالی بدون نشانه است تا نهایتاً شروع به نشون دادن میکنه و بیمار رو در نهایت میکشه. حرف زدن از بیماری ایدز که عمده انتقالش با رفتارهای پرخطر جنسی همیشه تو ایران یه جورایی تابو بوده، به طوری که حتی حکومت هم کمتر بهش پرداخته و به همین خاطر بعد 10 سال شاهدیم بیماران در ایران چند برابر شدن. اگه امروز فکری نشه این رقم باز هم زیاد میشه. رسماً 27,000 بیمار مبتلا به ایدز که غیر رسمی میگن تا 100,000 نفر هم تخمین زده میشن. امشب در روی خط از شما میپرسیم چطور میشه ایدز رو مهار کرد؟ آیا با آموزش میشه؟ چقدر جامعه ایران آماده این آموزشه؟ مثلا در مدارس؟ آیا موافقید؟ نقش حکومت و نهادهای مدنی چیه؟ روی خط میزبان شماست. همکارم رویا ملکی. که دو روزه پر از فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی پر از خبرهای در مورد ایدز و آمار و ارقامی که داره رد و بدر میشه. بالاخره یه روز هم ایدز ریشه کم میشه. سهم هر کدوم از ما تا اون روز فقط اینه که حواسمون باشه. این پست رادین در توییتر هستش که من براتون خوندم. کاربران دیگه‌ای هم بودن که در روز جهانی ایدز به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی پرداخته بودن، اما بیشترین چیزی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشد آمارهای وزیر بهداشت بود. واقعاً شیوع بیماری ایدز در کودکان 40 برابر بیش از میانگین عمومیه. چه کسی باید به اونها آگاهی بده؟ اونها از کجا باید بدونن که چه چیزی براشون خطرناکه؟ خانواده، دولت یا نهادهای مدنی؟ کدومشون باید آگاهی بدن و تابوی اطلاع رسانی درباره ایدز رو بشکنن؟ نظر خودتون امشب به روی خط بیارید. خب بحث رو یا با نگاهی به آمار ارقام شروع کنیم و ببینیم چه آمار ارقامی از مسئولان گفته میشه در مورد بیماری ایدز در ایران. از جمله مسئولانی که به این موضوع اشاره کرده، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران به خبر آنلاین گفته که تو سال 80 3688 نفر بیمار مبتلا به ایدز وجود داشتند که این رقم در سال 92 رسیده به 27041. این رسمی ترین آماریه که در ایران وجود داره و نکته جالب اینه که رشد بیماری در واقع کسایی که حالشون وخیم بوده در سال 80 مقایسهش کنیم بین سال 80 و 92 میبینیم که از 403 بیماران وخیم در حال حاضر به 5411 یعنی حدود 13 برابر شده و این خیلی آمار تکان دهنده است. و نکته دیگر بیمارانیه که به خاطر این بیماری جان خودشون رو از دست دادن. سال 80 364 نفر بوده، اما سال 92 به 5000 نفر رسیده. و یه چیزی که رویا توی این آمار خیلی مهمه و بهش دست میذارن اینه که عملا وضع بیمار، کسانی که حالشون وخیمه و کسانی که فوت کردن به خاطر این بیماری، یه افزایش حداقل
10-13% داشته. آمار همیشه در ایران ممنوع بوده، مخصوصا آمار ایدز که جزء تابوها بوده و جزء قدغن‌های اطلاع رسانی بوده، اما خب انقدر انگار اوضاع بد و وخیم شده که دیگه مسئولان وزارت بهداشت جسته گریخته این آمارها میاد بیرون، اما دیگه وقتی از زبان وزیر بهداشت اعلام میشه یعنی آمار خیلی بزرگتر و گنده‌تر و نگران کننده تر شده و اطلاع جای رسیده که باید اطلاع رسانی بشه. مهدی گفته متاسفانه در این شرایط بحرانی باز هم به صورت شفاف از آمارهای واقعی و آموزش عوامل پیشگیرانه و پیدا کردن راه حل‌های اساسی کمتر صحبت به میون میاد. همطور میلاد گفته جامعه آمادگیشو داره، منتها این دولت و حکومتی که نمیخواد وارد این قضیه بشه. من کامنت دیگه‌ای براتون بخونم از فریبا که گفته متاسفانه ایدز در همه جای دنیا رو به رشد و جامعه ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و هیچ کشوری هم نمیتونه بگه من 100% دارم اطلاع رسانی میکنم یا جلوگیری میکنم. فریبا گفته که امیدوارم که ایدز رو سیاسی نکنیم. خب به سراغ بیننده هامون بریم، کسانی که روی خط آمدن و قرار هست در مورد این موضوع صحبت کنن. به سراغ حامد بریم، بینندهی که در آلمان هست. حامد شما چه فکر میکنید؟ با سلام و درود بر شما و بینندگار شما و اینکه اتفاقا همینم اگه دادین من سیاسیش میکنم که این دوستمونم خوشحال بشن. به نظر من وقتی که مقام معظم رهبری هر مشکلی پیش میاد میگن کشش ندید، همین چیزا هم پیش میاد. وقتی که آماری در مورد بیماری پیش میاد به جای که مسئله رو حل کنن میرن اون رسانه رو میبندن، وقتی روزنامه رو میبندن که فقط یه آمار داده بوده، در کشورهای دیگه دنیا سریع میرن سراغ مسئله ببینن چیکار میشه کرد و در ایران فقط چون ببینید در ایران وقتی زلزله پیش میاد اینو اعلام نمیکنن. زلزله که یک فاجعه طبیعیه، خب مسائل دیگه که قابل جلوگیری هست و ما چه انتظاری داریم؟ حالا اشاره حامد، من برای که برای بینندگانم بگم، اشاره حامد به اون زلزله آذربایجان بود که ابتدا مقامات اعلامش نکردن، با تاخیر اعلام کردن. اما حامد روی خط وایس برمیگردم با شما صحبت میکنم. تاها از تهران دیگر بیننده است که روی خط هست. تاها شما چه فکر میکنید؟ حامد این مقدار فکر میکنه مسئله سیاسیه، شما چه فکر میکنید؟ درود عرض میکنم خدمت شما همه بیننده. آقای تاها رو داریم روی خط؟ چقدر وقت دارم؟ الو آقای تاها، من صدای شما رو نمیشنوم، اگه میشه با گوشی تلفنتون با من صحبت. بله نظرتون رو بفرمایید. نه میخواستم بگم چقدر وقت دارم و صحبت. شما نظرتون رو بیان کنید. بله من نظرم اینجوری شروع میکنم که آقای سیکاری شما تو اگه امیدوارم اگه صدام قطع نشه، شما تو برنامه چند روز قبلتون شخصی رو به نام شورش از ایلام بانوید میگه از ایلام تماس گرفته و به صورت اسکاپ میاره روی خط، در صورتی اون شخصی صحبتاش اعلام میکنه که اون وقتی که من ایران بودم، یعنی که تاهای عزیز ما جز در مورد مهمانانی که به برنامه میاریم که میشناسیمشون، معمولا این برنامه مثل خود شما الان شما زنگ زدید به ما گفتید من تاها هستم از تهران، امکان داره شما زنگ بزنید بگید من تاها هستم از فرض بفرمایید به جای تهران بگید یه شهر دیگه، از شیراز، اصفهان یا شهر دیگه. ما که نمیتونیم صحت اینو بررسی بکنیم چون شماره موبایل خودت میدونی که همه جای ایران میتونی باهاش استفاده کنی. به علاوه فکر نمی‌کنم این مسئله مهمی باشه. ما اصل و بر صداقت شما عزیزان بیننده میگذاریم. حالا در مورد موضوع برنامه اگه نظر داری خوشحال میشم که نظرتو بشنوم. بله البته واسه شما طبیعتاً نباید این قضیه مهم باشه، چون وقتی شما مردم ایران رو گوسفند تشبیه میکنید 100% این امر هم واسه شما نباید. خب تا من احساس میکنم این اصرارت برای اینکه درباره موضوع صحبت نکنی برای اینه که میخوای حرف خودتو بزنی. اجازه بدید بحث رو با حامد جمع کنیم. حامد نشد با تاها، من خیلی دلم میخواست شما که از آلمان هستید و حالا به قول خودتون سیاسی کردین ماجرا رو، در مقابل حامد نظر بدید و حامد هم نظرش رو داشته باشیم که یک بحثی شکل بگیره. حالا من یه سوال از شما میپرسم، تو آلمانی که شما هستید که گونه با این ماجرا با مسئله ایدز بیماری ایدز مقابله میکنن یا در واقع چطور آموزش میدن؟ ببینید وقتی که مسائل جنسی در همه جای دنیا وجود داره و اینکه ما اینو اگه بریمش یه فقط یه چادر بکشیم جلوش و بگیم که این نه بین ما نیست و ما خیلی مقدسیم و گریه و زاری و این تظاهرها رو مسلما انجام نمیدن، واقعیت رو میبینن بله این همچین اتفاقی افتاده، میان تو مدارس صحبت میکنن برای جلوگیریش، با بچه‌ها صحبت میکنن، از خانواده‌ها سوال میکنن که ما می‌خوایم بچه‌های شما فردا این صحبت‌ها رو بکنیم که از بچه‌ها از سن پایین
این آگاهی رو پیدا بکنن که چطور میشه جلوگیری کرد، چطور میشه باید مقاومت کرد. هیچ تشویق برای کار جنسی نمیکنن، ولی این راهنمایی‌های کار کسی بدونه چه ضررهایی وجود داره و چون بچه بعد از کجا اینو بدونه. بله. و از همونجا اینا شروع میکنن، توی تلویزیون‌ها، تو خیابونا تابلوهاشو میزنن، نمیدونم میرن توی مدارس و واقعا یاد میدن طرز استفاده چیزهای مختلف رو، چون میدونن که واقعیت یک انجام میشه و چرا که مردم ندونن. حالا اگه یک کشوری خیلی مذهبی و مؤمن هستن و شروع کنن با از طریق دین و اخلاق هم به بچه‌ها آموزش بدن که چه کاری درسته و غلطه، اونم خیلی عالیه. بله. ولی نه اینکه فقط یه جنبه تظاهر داشته باشه و تئاتر بازی که در ایران هست. متشکرم از آقای حامد که از آلمان روی خط آمدید و نظر دادید. بیننده برنامه روی خط هستید. امیدوارم که اگر نظری دارید درباره بحث ایدز و اینکه چه کار می‌شود کرد که مهار کرد این بیماری رو، بیاید روی خط و نظر بدید. راه‌های تماس رو همکارانم به صورت زیرنویس اعلام می‌کنم. و نظر رضا که گفته که با باید تعصب رو کنار گذاشت، 100% باید این گونه موارد و آموزش هایی در مورد اون انجام بشه تا همه گیر نشن یا با ریشه کم بشن و یا حداقل از افزایش بیماری جلوگیری بشه و هیچ دلیلی برای مخفی کردن و آموزش ندادن آن قابل توجیه نیست که متاسفانه در ایران هم از سوی دولت و مسئولان و هم نهادهای بهداشتی درمانی و هم مردم کوتاهی انجام میشه. اما من میخوام شما بینندگان عزیز رو دعوت کنم به اینکه به نظرسنجی امشب برنامه روی خط پیوندی در صفحه فیسبوک روی خط ما مثل همیشه نظرسنجی گذاشتیم و سوال امشب اینه نقش کدام یک در ارتقای آگاهی مردم در باره ایدز بیشتر هستش، خانواده که 8% الان امتیاز آورده یا رای جمع کرده و دولت که 52% مردم بهش رای دادن و نهادهای مدنی که 42% میتونن در بحث ارتقای آگاهی در مورد ایدز موثر باشن از نظر کاربران فیسبوک و کاربرانی که با برنامه خودشون برنامه روی خط در ارتباط هستن. گرافیکی که نشون دادی 50% بود. معلومه تو همین فرصتی که همکاران رو پرینت اسکرین کردن تا شما بگی 2% اضافه شده. امیدوارم خب بیننده ها بیشتر شدم چه شما دوربین نه. خب بیننده برنامه روی خط هستید، به نیشابور بریم ببینیم که آقای تورج بیننده دیگر نظرش چیست. آقای تورج، به نظرت چه کار باید کرد برای مهار بیماری ایدز؟ عذر میخوام، من متوجه سوال شما نشدم، ولی خب مطلبی رو که خودم مد نظرم هست با اجازه میدید که آقای تورج من بیان کنم و اگر مایل هستی در موردش اظهار نظر بفرمایید. به هر حال آماری که مسئولان دولتی ایران اشاره کردن میگن که 27,000 نفر در ایران به بیماری ایدز مبتلا هستن و تخمین زده میشه که حدود 100,000 نفر باشن. حالا تو طول برنامه بیشتر بهش اشاره میکنیم. از شما عزیزان بیننده و به طور مشخص آقای تورج از شما پرسیدیم که چطور میشود مشکل و این بیماری ایدز رو مهار کرد در ایران؟ بله، من فکر می‌کنم که عمده مسائل ما برمیگرده به مدیریت غلط و اینکه ما دیگران با حالت نامحرم برخورد میشه. آمار باید اعلام بشه، کما اینکه ضریب اشتباهات خود شما در برنامه‌تون بالا رفته، ولی شما این آمار رو منکر میشید. شما عوامل اجرایی ثابت برنامه روی خط رو اخراج کردید فقط به این دلیل که به تحریم انتخابات نگفتن و رفتن و با آقای روحانی رای دادن. آقای تورج، من فکر میکنم که این صحبت شما ربطی به بحث ما نداره و مطمئنم که این اظهار نظر شما هم اشتباهه. بنابراین خواهش میکنم در چارچوب موضوع برنامه صحبت کنید و از بحث خارج نشید. اگه باز مایلید که درباره سوالی که از شما کردم جواب بدید بفرمایید، اگه نه که بریم سراغ بیننده دیگه. من به صحبت شما جواب خواهم داد، اما در صورتی که شما مخاطبین رو محرم بدونید، بندشون چیزی رو مخفی نکنید. قبول دارید اینو؟ الو، بفرمایید. خواهش میکنم. من فکرم صدای من مثل اون بحث خدای قبلی درد شدید و الحمدلله میگم که دیگه اون جرأت و جسارت از دست دادید و متشکرم آقای تورج. مثل که آقای تورج هم اصلا برنامه نداره که نظر درباره بحث ایدز بده. رویا، نظر آریو برزن رو بخونم که گفته به نظرش پنهانکاری و تاب و قلم داد کردن این بیماری و رعایت نکردن بهداشت در زندان ها مهمترین عوامل شیوع ایدز هستن. گفته در کشوری که حتی یک برنامه آگاهی رسانی در تلویزیون مجاز نیست، فکر نمی کنم مردم آماده باشن که برای مقابله با این بیماری آمادگی خودشون نشون بدن. گفته که ای کاش مردم و دولت هر دو با هم این کار رو انجام میدادن. همچنین لیلا گفته که
به نظرش دولت برای سالمسازی جامعه باید یک آزمایش تدریجی ایدز از همه بگیره، به خاطر اینکه یک عده‌ای هستن که از اینکه بیمار هستن ناآگاه هستن و عده‌ای هم که میترسن از اینکه بیماری خودشون رو اعلام کنن. و نیما گفته خیلی‌ها هستن که وقتی میرن زندان به علت‌هایی مثل تزریق یا سرنگ مشترک یا دعوا و زخمی شدن با چاقوی آلوده و غیره مبتلا به ایدز میشن. گفته اگر نظارت و امنیت کافی بر زندان و زندانیان باشه این آمار کمتر میشه. همینطور اشاره کرده به اینکه در کتاب‌های درسی هم باید آموزش در مورد ایدز وجود داشته باشه. خوب بیننده برنامه روی خط هستید، برگردیم بحث رو با شما عزیزان ادامه میدیم. رویا، یکی از بحث‌های مهم درباره ایدز در ایران تغییر الگوی ابتلا در ایرانه. به هر حال موضوعی که خیلی میشه روش بحث کرد، اما حالا من به چند نکته اشاره میکنم. واقعیت اینه که در ایران الگوی ابتلا به بیماری ایدز یه جورایی تغییر کرده. صحبت از ایدز میدونید که جدید نیست، چند سالی است که مطرح میشه، اما تو سالهای گذشته بعضی وقتا مسئولان پنهانکاری میکردن. یادم یه بار از یه مسئول بهداشتی که پرسیدم چند نفر تو ایران مبتلا به بیماری ایدز هستن، گفته بود آمار مبتلایان رو برای چی میخواین؟ اگه آمار سرماخوردگیه و آمار سیاسیه. در واقع اینجوری رد کرده بود و پاسخ نداد. در واقع یه سری تابو و یه سری هم سیاسی کاری باعث شد که بعد از 10 سال حالا مسئولان با یه واقعیتی مواجه شدن و اون هم آمار بالای بیماران مبتلا به ایدز در ایران هستش. ببینیم صحبت‌های وزیر بهداشت ایران آقای قاضی‌زاده هاشمی رو یا بخشش رو با هم بشنویم. پنهانکاری دست جمعی میان مبتلایان و توسعه روابط پرخطر از سوی دیگه سبب شده که در طول 11 سال آمار ایدز به 9 برابر افزایش پیدا بکنه. خب بخش از صحبت های وزیر بهداشت ایران بود. قبلا میگفتن بیشتر آلودگی ها به خاطر سرنگ و خون آلوده و این بحث هاست، اما اخیرا به تازگی مسئولان جمهوری اسلامی میگن، مسئولان به وزارت بهداشت میگن که آمار انتقال جنسی 3 برابر شده. یعنی اگر 10 سال پیش فقط 10% بیماران مبتلا به ایدز از طریق جنسی مبتلا می شدن، الان این آمار به 33% رسیده. و خب یه جورایی به خاطر تابو بودن رابطه جنسی به خصوص خارج از ازدواج، خب خیلی ها نمیان بگن که چجوری آلوده شدن. یه چیز نگران کننده دیگه میانگین سنیه. در واقع الان بیشترین گروه مبتلایان به بیماری ایدز بین سن 24 تا 35 سال قرار دارن و این مسئولان خیلی ابراز نگرانی میکنن که در واقع بخش اصلی جامعه جوان ایران داره قربانی این بیماری میشه و همین یه زنگ خطره برای بیماری که هیچ نشونه‌ای شاید نشون نده وقتی که فرد مبتلا میشه. این صحبت‌های خانم مهرز از پزشکان سرشناس ایرانی که روی بحث ایدز کار میکنن رو با هم ببینیم. فرد مبتلا که از قیافش معلوم نیست که اچ‌آی‌وی داره، بنابراین اصلا به اون نباید توجه کرد که چه علائمی داره. هیچ علائمی نداره. کسی میتونه 15 سال سالم راه بره برای اچ‌آی‌وی داشته باشه و بقیه انتقال بده. خب این یعنی هشدار، یعنی اینکه اگه مراقبت نشه، اگه فکری براش نشه، 27,000 تا خیلی بیشتر میشه و میتونه عده دیگری رو به کام مرگ ببره. رویا، برای همین لازمه که به خصوص اون طیف سنی و خیلی ها بدونن در مورد این بیماری. امروزی آمار دیگری هم اعلام کرد که اونم تکان دهنده است. آمار رو به رشد زنان بارداری هستش که مبتلا به این ویروس هستن و در حقیقت دچار ایدز هستن، که خودشون تنها نیستن، چون جنینی هم که در بدنشون هست اونها هم در امکان داره که بیمار باشن، که این جزء آمارهای خیلی خطرناک هست. اما در همین چند روزه که این بحث ایدز بوده و روز جهانی ایدز بوده، خب در ایران هم نشست‌های زیادی بوده، همایش‌های زیادی بوده و در یکی از این نشست‌ها که وزیر بهداشت هم صحبت کرده بوده، از یک سایت رونمایی شده که سایت مخصوص به سایت ایدز هستش و در این سایت راه‌های پیشگیری اعلام میشه، راه‌های انتقال اعلام میشه، علائم ایدز و درمان اون اعلام میشه و همینطور اخبار و چند تا انیمیشن های مختلف و تلفنی که اگر کسانی که احساس میکنن شاید رفتار پرخطری در زندگیشون داشتن و شاید مبتلا هستن یا به هر حال سوال هایی که دارن همه یک سایت
نسبتا جامع هستش در که دولتی هست برای ایران هست و میشه بهش مراجعه کرد و ازش خیلی اطلاعات خوبی گرفت. برای چه کار دیگه هم که در ایران داره انجام میشه این که تمام شهرستان ها میتونن به شماره 118 تماس بگیرن و مراکزی و اونجا شماره هاشون از یعنی شماره مرکزی که در شهر خودشون هست بگیرن که میتونن اونجا اطلاعات این اطلاعاتشون هم امانت میمونه اونجا و قطعا محرمانه هستش و میتونن اطلاعات خودشون رو بدن و اگر مشاوره رایگان میخوان اگر آزمایش میخوان یکی از کارهایی هستش که خیلی خوب هستش برای اینکه که شویه بیشتری نداشته باشه. خوب به سراغ بینندگانمون بریم که روی خط هستن. آقای طهماسبی از اسپانیا روی خط هستن، نظر شما رو بشنویم. خوش روزتون بخیر قربان. خواهش میکنم بفرمایید. از کنم حضورتون من یه ایده دارم نسبت به همین ایس، اگر امکانش هست براتون تشریح بکنم مختصرا البته، ولی خب این مفصلا اگه وقت نباشه وقت کافی نیستش که من بتونم برات تشریح بکنم. و اینه که اگر فرض کنید یه شهر کوچیکی یا یک دهری شما در نظر بگیرید، بعد این شهر رو در یک روز معین ماشینای آزمایش خون در نقطه‌های مختلف بیستن، هر کسی اعلام بکنه دو عکس ازش بگه داشته باشه همراهش بیاد و این همون آزمایش خون رو ازش بگیرن، دو عکس هم بگیرن و این کارت بسیار شناسنامه‌ای به نوع شناسنامه بدن به این آقا که این آقا در جواب که میده این داره یا نداره و این اجباری بشه. وقتی اجباری شد این دستگاهی ماشینایی هم که الان پول میگیرن از بانک ها اینا رو در خیابونای همون شهر بذارن، کسایی که دارن میزن تو ماشین که دارن یا ندارن اگه بخوان سیکرت باشه. اگر ندارن میتونن با اون طرفی که تمایل داره مثلا با ایشون من چون نفسم نارتی نفسی دارم نمیتونم زیاد پشترم صحبت بکنم، اینه که این تر رو من میتونم اگر علاقمند باشید به طور مفصل براتون بگم و این وقتی جنبه کلی بگیره در فاصله یک سال یا دو سال میتونه تمام دنیا شاملش بشه و هیچ از این لحظه بعد هیچ امیدی نیست که کسی بتونه از بگیره و این بدون دوا بدون درمان بدون هیچ. ممنونم آقای طهماسبی از اسپانیا که آمدید روی خط. من خواهش میکنم که نفسم نه خواهش میکنم خیلی منت گذاشتید که آمدید نظر دید. اتفاقا حالا تو بعضی جاها تو ایران یه گلوگاهایی هست، یعنی افراد قبل از ازدواج آزمایش خون میدن، یعنی یه جا یا مثلا برخی استخدام شدن ها برخی سربازی گرفتن، یه سری آزمایش هایی هست که اونجا باید قاعدتا تشخیص بدن که مثلا مادری که بچه دار میشه دیگه آخه میگن گویا هزینه هاش خیلی بالاست و جزء آزمایش های اول ازدواج هنوز نیستش، اطلاع دقیق ندارم اما فکر میکنم یکی از این مواردش اینه که هزینه آزمایشش مقداری بالاست، خیلی ها مراجعه نمی کنن برای همین. علی گفته رسانه از اطلاع رسانی ایدز میترسن، وقتی به کارشناس یه کارشناس تو برنامه تلویزیون مجبور میشه که آمار مبتلایان به ایدز رو از طریق روابط جنسی رو زیر 20% اعلام کنه و بگه 70% از طریق اعتیاد هستش، باید هم میزان ایدز تو کشور بره بالا. گفته که جالب اینجاست که خود اون کارشناس تو مجلات و سایت ها رسما اعلام میکنه که آمار مبتلا به ایدز از طریق رابطه جنسی بالای 40%. همطور کاربری که در یک داروخونه کار میکنه کامنت گذاشته، گفته مسئولین حتی نام برخی از بخشای بدن رو تغییر میدن، مثلا به سینه میگن به جای سینه میگن پستان، به جای پستان البته فکر میکنم اشتباه نوشته میگن سینه، و گفته چگونه میشود انتظار داشت که مردم رو با این مسائلی که مانند مسائل آمیزشی هستش ارتباط کامل داره آشنا کنن. گفته بارها دیدیم که برخی مردم حتی برای خریدن کاندوم هم خجالت میکشن وقتی به داروخونه ها مراجعه میکنن. خب ببینن یه برنامه روی خط هستید که از شما پرسیدیم که به نظرتون چه کار باید کرد که بیماری ایدز رو در ایران مهار کرد. 27,000 نفر به طور رسمی اعلام شده که بیمار هستن و تخمین زده میشه حدود 100,000 نفر هم مبتلا هستن. جعفر بیننده ایست که از آلمان روی خط ماست. آقای جعفر نظر شما رو بشنن. شبتون خوش، روزتون خوش آقای سیراجی و خانم ملکی. بفرمایید. که بینندگان عزیز، بینندگان عزیز، خانه از پای بس ویران است. آر از این چیزا رده. دولتی که آخه چی بگادم، دولتی که از یه بیماری واهمه داره که حتی اظهارش بکنه، نه اینکه بره دنبال درمانش، حتی اظهار کردنش رو میترسه، ما چه توقعی میتونیم داشته باشیم؟ دو تا برادر بودن در ایران به نام برادران علایی، همچی نامی بودن. آره بد. اینا دوتا داشتن مردم آگاهی میدادن، اینا رو گرفتن کردن زندان که الان در آمریکا به سر میبرن. ما مقصر خود ملت هم هستن،
میگن ما آمار نمیتونیم بدیم. من نمیدونم ترس از چی دارن. آقا مریضی بیماریه. متاسفانه این آخونده خودشون از ویروس اچ آی بدتر بودن که تو مملکت من راضی شدن. حالا آقای جعفروی خط باش ببینیم که نظر سعید از ببخشید سعید از ایران چیست. سعید نظر شما رو بشنوید. الو آقای سعید میشنوید نظرتون رو. عرض سلام و خط نواسی خدمت آقای سیگارچی عزیز زنی همکارم تو جای آمریکا. به نظر من این قبل از اینکه من مالا نظرم بدم آقای سیگارچی عزیز این مسائلی که برخی از این بیننده نماها مطرح میکنن مشخصی که کاملا برنامه ریزی شده است تا از کجا آب میکنه. آقای سعید خواهش میکنم که لطفا در بحث برنامه باش. حالا اگر کسی هم اومدی چیزی گفت دیگه قرار نیست شما هم بهش جواب بدید. نظرتون رو در باره این که چه میشود کرد که ایدز رو در ایران کاهش داد؟ حتما آقای سیداش اگه اجازه بدید من 10 ثانیه فقط یه نکته بگم. من فقط کتابم بینه اینه که اگه واقعا اینا ناراحت هستن برن سراغ اون شبکه ها و جایی که ایران رو جعلی نامن یا خرید فاس ما رو خرید میگن. آقای سعید ببین الان آقای نه اجازه بدید خواهش میکنم صدای سعید هم قطع کنید. تاها، تورج، سعید 3 نفر بودن که از ایران اومدن روی خط. هر 3 تاشون نه در مورد موضوع برنامه صحبت کردن نه در چارچوب و متاسفم از اینکه این فرصت رو از بیننده های دیگر ما که تو ایران هستن و سعی میکنن تماس بگیرن چون خطامون پره اما نمیتونن میگیرن و من واقعا از این بابت متاسفم. از شما بینندگان عذرخواهی میکنم. اجازه بدید من نظری از رضا بخونم که گفته مبارزه با ایدز در ایران دشواری‌های خاص خودش رو داره و به نظر میرسه برای فرهنگسازی و کنترل این بیماری راه درازی پیش روی فعالان این عرصه قرار داره. همینطور حمید گفته یه زبانی در تریبون داد میزنن که جوامع غربی چون فاسد هستن گرفتار ایدز شدن اما الان که کشور خودشون گرفتاره نمیخوان اعتراف کنن که چرا گرفتار این فساد و اعتیاد بیش از حد و روز به روز بیشتر هم میشه. گفته این نظر حمید بود. همینطور محمد که گفته هنوز گفتن آمار مبتلایان از طرف مسئولین یک نوع تاب و شکنی محسوب میشه. گفته فقط معتادان را محکوم میکنن و گفتن اینکه از راه جنسی داره افزایش پیدا میکنه هنوز براشون بحث شرمندگی داره. خوب از بخش قبل جعفر روی خط ما هست فکر میکنم. آقای جعفر صحبتاتون رو جمع‌بندی کنید و اشاره کردید که خود مردم هم نقش دارن. منظورتون چی بوده؟ این آقای سیباتی واقعا میگم اینا میان میگن این بیماری از طریق خون سوارداتی از چین به ایران رسیده از طریق سرنگ به ایران انتقال داده شده. نه من یادم میاد آقای سیباتی 25-6 سال پیش جوانهایی که میرفتن تایلند پاتایا بعد برمیگشتن هیچ گونه آزمایشی نمیکردن که ببینن اینا نکنی بیماری دارن وارد مملکت میکنن. الان یواش یواش پیدا شده اینا خودشونه دارن تمام ما بدبختی مملکت ما اینه که اینا تمام آشغالا رو میکنن زیر فرش نمیان به مردم آگاهی بدن. در آلمان من در آلمان زندگی میکنم در آلمان جوانها رو بهشون تعلیم میدن تدریسشون میدن بابا راهنماییشون میکنن ولی که متاسفانه تو ایران سرپوش میزنن روش. بدبختی مملکت اینه. ممنونم آقای جعفر ازتون تشکر میکنم. هوشان از ایتالیا هم روی خط اسکایپ ماست نظر شما رو بشنویم. مثلا باشید چرا شما بخیر خواستم در مورد این مسئله بگم. چندین عوامل هست که دست به دست هم میدن و این بیماری رو عرض شد که به صورت گسترده‌ای در ایران پراکنده شده و پخش شده. یکی از این عوامل مهم عرض شد که به دلیل آلودگی یا اصطلاح آلودگی آمپولایی است که بسیار از مردم که مواد مخدر استفاده میکنن و همدیگه تزریق میکنن و آشنایی زیادی مردم با این بیماری زیاد ندارن. اگر یه نفر ایدز داشته باشه خیال میکنه مثلا نونی که از دستش برمیدارن خطرناک هست برای اینکه آدم آلوده میشه در حالی که این آشنایی رو اگر بیشتر داشته باشن خیلی میشه اینا رو کنترل کرد. این بیماری رو میشه کنترل کرد.
متاسفانه این رژیم ضعیف بسیار از شبکه که از کار افتاده که مربوط به همون سالهای 2001 سال قبل هست، این نمیتونه از پس این مشکلات امروزی بر بیاد و این مسائل رو ما داریم در ایران. من متشکرم آقای دعا بکنم. آقای هوشان ازت تشکر میکنم. رویا، خیلی از این لینک هایی که بیننده های ما میتونن اطلاع پیدا کنن رو شما رو فیسبوک هم گذاشتی که میتونن بیننده ها بیان تو فیسبوک ما استفاده کنن. بله، هم تو فیسبوک هست، هم با یه سرچ ساده میتونن به همه چیزایی که میخوان دست پیدا کنن. حالا من یه ذره تبلیغ صفحه خودم میکردم. من نظر کاربری به نام اجازه بدید نظری به نام محمد علی رو براتون بخونم که گفته به نظرش وزیر بهداشت درمان با وزیر بهداشت درمان موافقه، گفته در این زمینه پنهانکاری زیاد صورت گرفته و صحبت کردن از بیماری ایدز در ایران همیشه تابو بوده و هنوز هم البته کم و بیش هست. این کاربر نوشته آدمهایی مثل خود جناب وزیر و همکارانش باید اینجا پیش قدم بشن و تابوی ایدز رو بشکنن و مردم رو از روش و پیشرفت وحشتناک این بیماری، راه‌های ابتلا و عواقب تلخمون آگاه کنن. گفته حالا که خود مدیران ارشد مملکت به عمق مشکل و به خامت اون باور و اشراف دارن، چه بهتر که برنامه‌های پیشگیری و آموزش رو با شدت و قدرت هرچه بیشتر اجرا کنن و حتی همگانی کنن و اجازه ندن که بیش از این نسل جوان ما مبتلا بشه. گفته البته خانواده‌ها هم باید نهایت همکاری رو بکنن و در این برنامه‌های پیشگیرانه مشارکت کامل داشته باشن. ببینیم این برنامه رسیدیم جایی نریم، ما دوباره برمیگردیم. برنامه روی خط، موضوع برنامه هم اینه که دولت، مردم و نهادهای مدنی کدومشون میتونن آگاهی بیشتری در مورد ایدز به مردم بدن. آمارهای جدیدی از ایدز اعلام شده. موضوع برنامه امشب ما همین هستش. راهی ارتباطی هم که من اول برنامه گفتم از طریق فیسبوک، از طریق تلفن، اسکایپ و ایمیل میتونید به برنامه خودتون بیاین و الان هم شماره پیامگیر رو دوباره براتون اعلام میکنم، شماره 202-205-9942 با داخلی 92 که آمادیم صدای شما رو برای اون بشنویم. خب رویا، به آمار اشاره کردیم، حالا یه ذره صحبت کنیم درباره اون چیزی که بهش گفته میشه ایدز خاموش و همه اینقدر میگیم ایدز. من هم ناخودآگاه گفتم ایدز رو گفتم ایدز، بگذاریم. اما آنچه که به ایدز خاموش معروف هست رو ببینیم چیست. 27,000 ایرانی ایدز دارن، اینو وزیر وزارت بهداشت آقای قاضی‌زاده هاشمی میگه، اما آمار غیر رسمی خیلی بیشتر از اینه. خیلی راحت آمار رسمی رو ضرب در 4 میکنن و میگن که 4 برابر اون نشان دهنده آمار غیر رسمیه. چرا حالا آمار غیر رسمی؟ در واقع اون چیزی که یه جورای فاجعه است در مورد این بیماری اینه که تو بخش قبل به نظر از خانم مهرز شنیدیم که عملا خیلی از کسانی که آلوده میشن تا مدتی متوجه نمیشن. اگر گرافیک بعد رو همکاران من نشون بدن، دکتر عباس صداقت رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت میگه که بیش از 50,000 ایرانی از ابتلای خودشون به بیماری ایدز خبر ندارن. اینجاست که مشکل شروع میشه، به خاطر اینکه تا چند سال طول میکشه بیماری خودش رو نشون بده در بدن فرد و به همین دلیل فردی که اطلاع نداره امکان داره با مثلا رفتار پرخطر جنسی دیگران رو آلوده کنه و عملا باعث بشه دیگران هم آلوده بشن و همینجاست که رویا باعث میشه که نگرانی ها زیاد بشه، به خاطر اینکه اطلاع رسانی نمیشه، روش های پیشگیری وجود نداره، روش های محافظت وجود نداره و این 50,000 نفر مثل خودشون آدم های مسلح اسلحه به دست در جامعه میشن. آرش، به غیر از این آمارهایی که آقای صداقت اعلام کرده بود، آمارهای واقعا تکان دهنده دیگه هم بود. یکی از این آمارهایی که اعلام شد امروز و من حتما دقیق ترش رو برای بینندگان میخونم، آمار ابتلای کودکان کار به ویروس HIV مثبت بود که این هم در سایتی که خود وزارت بهداشت اعلام کرده و راه اندازی کرده اعلام شده. آمار مبتلایان به ایدز در کودکان کار، این آماری که اعلام کرده، گفته 45% کودکان خیابانی 45 برابر بیشتر از سایر افراد جامعه مبتلا میشن به ایدز. معاون وزیر بهداشت این نتیجه رو اعلام کرد، نتیجه یک مطالعه تحقیقی هستش که گفته 29% 15 تا 18 ساله ها
کسانی بودن که این مطالعه روشون انجام شده و گفتن که رابطه جنسی داشتن، یعنی کودکانی یا بچه‌هایی که چون زیر 18 سال میشن کودک، 15 تا 18 ساله تجربه رابطه جنسی رو داشتن و گفتن که 33% و 32%شون هم گفتن که در آخرین رابطه جنسی خودشون از وسایل پیشگیری استفاده کردن و 144 نفرشون هم گفتن چند شریک جنسی داشتن. این آماری بوده که معاون وزیر بهداشت اعلام کرده، گفته 72% این کودکان عنوان کردن که دوستانشون سوء مصرف مواد مخدر داشتن و این نشون میده که این کودکان با مواد مخدر هم آشنا هستن و 15% این کودکان نیز اعلام کردن که خودشان مصرف کننده مواد مخدرن و 4.6%شون گفتن مواد تزریقی استفاده میکنن. معاون وزیر بهداشت هم گفته به این ترتیب میتوان گفت که کودکان کار و خیابانی، معتادان تزریقی و روابط جنسی ناسالم زنگ خطر ایدز در ایران. آرش، من با این آمار گرسن خیلی تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است. به سراغ بیننده دیگری بریم، از استرالیا و یه حسام روی خط هستند، نظر شما رو بشنویم. آقای حسام از استرالیا رو روی خط داریم. خب تا ارتباط ما با آقای حسام برقرار بشه سراغ آقای زندی از آلمان بریم. آقای زندی نظر شما رو میشنویم. شب شما و همه هموطنان عزیزم در داخل ایران و خارج از کشور بخیر. ببینید آقای دوست عزیز، میتونم یادم رفته سیگارچی هستم. ببینید جانم، من سیگارچی هستم. آقای سیگارچی، ببینید موضوعی که اگه یادتون باشه وقتی احمدی نژاد اومد به امریکا ازش سوال شد که آقا شما هموسکسوال دارید در ایران، اینا منکر این مسئله شدن، در صورتی که چیزی بسیار ساده است در تمام جوامع دنیا میتونه وجود داشته باشه. ولی عامل رفع این مشکل رو رژیم به هیچ عنوان به دنبالش نیست و اصلا هدف و نقطه نظرش رفع مشکل مردم نیست. حالا چرا آقای زنده اینو میگی؟ چون به هر حال مسئولان وزارت بهداشت همین الان بهش اشاره کردیم تاکید کردن که این مشکلات وجود داره، یعنی شاید دارن به فکر میافتن که مقابله کنن با این مسئله. ببینید آخه دوست عزیز، این به مار امروز و دیروز و مار پارسال و مار 5 سال پیش نیست، یعنی این اگر چنانچه از طریق آنتنی نشدن میشد قطعا اینو به فراموشی میسپردن. حالا یک جایی از تلویزیون های خارج از کشور یا سایت های مختلف یا مسائلی که مردم دنبالش بودن مطرح شده، اینا مجبور شدن اکسالوان نشون بدن، وگرنه والا به خدا قسم اصلا به هدف این اصلا اینا هدفشون نیستش که بتونن مشکلی حل بکنن. در صورت این که ببینید جامعه ما این جوان ها خب به هر حال مسائل این غرایز جنسی چیزی واقعی است، رژیم اصلا به هیچ عنوان به این مسئله ارزش قائل نمیشه. ایشون تفکر 1400 سال پیشو دارن ده. یعنی متعلق به اون دوران هستن، اصلا نمیخوان فکر کنن که بابا در دوران قرن 21 ما داریم زندگی میکنیم، ما در قرن 14 در 1400 سال گذشته زندگی نمیکنیم. به همین خاطر شما تو هر زمینه ای برنامه دارید، من به شما قول میدم که اصلا رژیم نگران نیستش که بتونه مشکلات اجتماعی رو رفع و رجوع بکنه. مشکلات این شکلی رو باید رفع و رجوع بکنه. چون ببینید من در آلمان زندگی میکنم، یکی از این بینندگان شما هم از آلمان تلفن کرد، بچه های خود من که کوچک بودن در دبستان به اینا یاد دادن، به اینا گفتن که چه شکلیه اصلا تولید نفس، به چه شکلیه روابط، به چه شکلیه. یعنی بچه کوچک 8 9 ساله من اطلاع داشته از این مسائل. چرا باید اینو پنهون کنن؟ این پنهون کردن چه منفعتی برای رژیم داره؟ من نگرانی اینه اینکه حالا وزارت بهداری گفته اینکه هنر نکرده، اینا چیزایی است که باید پیشگیری میشده. به همین خاطر مردم به دلیل اینکه جامعه ما روی مسائل خیلی حساسیت داره از بیانش مردم دوری میکنن و اون لطمات جانی که بعدها به وجود میاد نتیجه بیعملی دولته. من نظرم اینه که دولت نسبت به این مسئله به هیچ عنوان علاقه من نیستش و اصلا براش انترستی علاقه نداره که این مسئله ایدز یا ناراحتی های دیگه بتونه صدمه به نسل جوان ما بزنه براش اهمیت داشته. خیلی ازتون ممنونم. متشکرم آقای زندی که آمدید روی خط نظر دادید.
احسان نوشته به نظر من، یعنی به نظر احسان، اولین گام باید این باشه که این بیماری در جامعه از حالت تابو خارج بشه، گفته اطلاعات درست و کافی به افراد مخصوصا جوان در جامعه داده بشه، گفته به وسایل پیشگیری به درستی و ارزان در داروخونه ها توزیع بشه تا این بیماری رو به عنوان بیماری ندانیم و مبتلایان آن را به عنوان صرفا گناهکار بشناسیم. این آمار از نظر این کاربر افزایش پیدا خواهد کرد و مسئله همچنان ادامه دار خواهد شد. و همینطور کاربری به نام لیلا که گفته در نظام جمهوری اسلام، ببخشید، لیلا که گفته این بیماری در ایران هر آموزش هم صورت بگیره باز مخفی خواهد مون، گفته البته یک روز برای این کار کم هستش و از طریق خانه های بهداشت و مدارس نیست آموزش داده باید بشه و هر چقدر پنهان باشه این بیماری بیشتر خواهد شد. بیشتر کار برای به این که این بیماری باید از حالت خوابایی در بیاد اشاره کرده بودن. خب اینم خیلی بده، همش کلیشه شده که هر سال میگن به قول معروف یک دسامبر میان میگن یه همایشه و خود مسئولون هم گفتن که این شده یه کار کلیشه‌ای که هر سال متازه یادمون میاد که چه اتفاقی افتاده، در حالی که این کار مسئله‌ای که باید در طول سال هم بهش پرداخته بشه. اما بریم سراغ بیننده‌ای که روی خط هستن. سامان از ایران روی خط اسکایپ ما. سامان، نظر شما رو بشنو. با درود به شما و عرض خسته نباشید، واقعا من تشکر میکنم که شما دارید تو این زمینه ها فعالیت میکنید و آگاه سازی میکنید. من پزشک نیستم که بخوام بحث تخصصی این مطلب رو بگم، ولی معتقدم به آگاه سازی این مطلب و تابو شکنی برای این مطلب. همطور که شما واقفید، همه ما توی زندگیمون حتی حداقل یک بار سرما خوردیم و اگر ما سرما بخوریم به نظر شما کسی ما رو محاکمه میکنه، کسی ما رو طرد میکنه و ازمون بازخواست میکنه و ما رو تو قرنطینه میبره. نه، از ما میپرسن که چه شده، اینطور شده و سعی میکنن که ما رو درمان بکنن، چیزی که اصلا در مورد این بیماری فکر میکنم تو ایران اصلا صدق نمیکنه و یه جوری نگاه هم دولت هم مردم به اون بیمار یک طوری هست که انگار که اصلا باید از جهنم اومده و باید به همون جهنم برگرده. به نظر من باید آگاه سازی بشه و جهل همیشه توی تاریخ برای بشریت باعث گرفتاری شده. چه کار باید بشه سامان؟ این آگاه سازی چطوری باید انجام بشه؟ به نظر من اول باید این تابو شکنی بشه از این مطلب، یعنی اینطور که باید به راحتی توی اجتماع در مورد این مطلب صحبت بشه، چه راه‌های پیشگیرانش، چه خود بیماری و کسی که درگیر هست با این بیماری و خانواده این بیمار و چه مردمی که چطور باید با این بیمار به قول معروف رفتار بکنن. ببینید، تا چند سال پیش، من 32 سالم و تو این ایران همش زندگی کردم، تا چند سال پیش اگر شما یه بیمار نابینا رو به قول معروف میدیدید یه جوری باهاش برخورد میکردن و حتی دلسوزی برای این فرد یه طوری باعث رنجش خاطر این فرد میشد. حالا تلویزیون، مردم، رسانه ها هر جوری باعث شد که آگاه سازی بشه، الان یه طور دیگه برخورد میکنن. به نظر من برای این بیماری هم همین طور باید بشه. الان یک پدر با پسرش و دخترش نمیتونه در مورد مسئله سکس و در مورد هر مسئله دیگه که الان یه جورایی، حالا نمیدونم، نجابت، حرمت، نمیدونم حالا اسمش چیه، الان این وسط یه چیزی هست که باعث میشه بعدها دچار گرفتاری خیلی بدتری بشن. مثلا تو دانشگاه ها یه کلاسی هست به نام تنظیم خانواده که حتی تو این دانشگاه هم از گفتن بعضی مواردی که واقعا مهمه و اساسیه تو زندگی هر نفر گفته نمیشه. ولی نمیدونم، حالا میگم از روی نجابت، حرمت، نمیدونم حالا دلیلش چیه که گفته نمیشه. متشکرم از سامان. اینم در واقع میتونم به جرات بگم سامان یک استدلال خیلی قویه. من تو برنامه امشب که بیننده‌هایی که بخوان بتونن بیان روی خط نظر دارن، حرف دارن، برعکس طه و تورج و
سعید که اومدن فقط خواستم اسمشون از بد بنویسن روشون هم خط کشیدن. نصرالله نوشته خیلی از مشکلات جنسی حل نشده، درک موضوعات به صورت یک تابو در اومده اما میشه اون رو شکست و باید تمام رسانه ها و غیره کمک کنن و سهیم باشن. سجادم گفته تا سالها توی مدرسه به ما میگفتن رفتار پرخطر دوستی با افراد نابا و غیره باعث ایدز میشه، ما هنوز از اینکه بگیم عدم استفاده از کاندوم باعث ایجاد ایدز میشه وحشت داریم، از این الفاظ وحشت داریم و رو راست نیستیم. گفته افراد خجالت میکشن حتی از داروخانه کاندوم بخرن و هنوز جامعه بهای این ذهنیت نادرسته که هیچ پایه دینی و اخلاقی رو نداره داره میپردازه. میارم یه داروخانه میگه از اونها میخوام، از اونها که اسمشو نبر میخوام و خب وقتی اینجوری باشه خب طبیعتاً موارد بیشتر میشه. به هر حال برگردیم به برنامه روی خط خودمون. بیننده برنامه روی خط هستید که بحث ما درباره افزایش ایدز در ایران رو از شما پرسیدیم. چطور میشود که ایدز رو در ایران مهار کرد؟ جامعه، نهادهای مدنی، دولت، مردم، چه کسی و چه کسانی میتونن کمک کنن؟ برگردیم با حسام بحث رو ادامه میدیم. اشاره کردیم به سه برابر شده و این آماری که داده میشه، اما یکی دیگر از نگرانی ها اینه که در دنیا دارن ایدز رو مهار میکنن، آمار کاهش پیدا میکنه اما در ایران داره افزایش پیدا میکنه. به این میخوام یه نگاهی بکنم. خب در آماری که بهش اشاره کردم، مقایسه‌ای که تو 10 سال اخیر شده بین آمار مبتلایان به بیماری ایدز و در 10 سال گذشته افزایش شدیدی داشته، 9 تا 13 برابر این آمار رو میدونن. اما همزمان تو دنیا آمار بیماری مبتلایان به بیماری ایدز داره کاهش پیدا میکنه. یه راههایی رو انجام دادن که این رو یه جوری مهار کنن. یه نقشه‌ای رو با هم ببینیم. این دو تا نقشه رو من از سازمان ملل متحد بخش تحقیقاتش درباره ایدز دارم. ایران اون وسط هست. حالا نمیدونم چقدر کیفیتش اگر تصویر رو همکاران من بزرگش کنن شاید یه مقدار بهتر بشه. ایران یکی از کشورهایی که نرخ شیوع بیماری به نسبت کشورهای منطقه یه مقدار بیشتر پررنگ‌تره، اما که می‌بینید الان تو منطقه خاورمیانه ایران وضعیتش چطوره. یه جورایی اشاره می‌کنه به اینکه در روز تو ایران چقدر بیمار میشن، بین 500 تا 1000 نفره که خب به نسبت خیلی از کشورهای دیگه به نسبت جمعیت کمه. اما نگرانی از اون نقشه دوم هستش. نقشه دوم اشاره به این داره که به کشورهایی که نسبت به جمعیتشون افراد بیشتر مبتلا میشن، که خب میبینید اگر پایین نقشه رو نگاه کنید که کشورهای افریقایی هستن که آلودگی خیلی توشون زیاده، از جمله کشورهایی که شبیه ایران هستن میشه به هند اشاره کرد. یعنی ایران وضعیتش از پاکستان هم وخیمتر هستش و تو اون کشورها درصد جمعیتی است که بیمار به مبتلا به بیماری ایدز هستن که در ایران بین 1 تا 5% رو تخمین میذارم، به نوعی که به هر حال آمار 1/10 تا 5/10 هست که تکان دهنده است. یا در واقع برخلاف خیلی از کشورهای در حال توسعه میگن تو ایران نگران کننده است، به خاطر اینکه به نسبت اون کشورهای در حال توسعه وضعیت در ایران افزایش شدید داشته. توی واکاوی این آمارها بیشترین چیزایی که اذیت کننده هستش، تو این افزایش ها بیشترین چیزی که اذیت کننده هستش همین کودکان و زنان هستن به عنوان دو قشری که در تاثیرگذار هستن در آینده یک کشور و همینطور چیزی هستش که نگرانی خیلی از کسانی هستش که فعالین حقوق کودکان هستن، حقوق زنان. بسیار خب همین نکته دیگری نیست، اگر نظری هست بخونید. خب که من نظر اهورا رو بس بخونم. گفته فکر می‌کنم جامعه ایران آمادگی برای مبارزه با بیماری مهلک ایدز رو داشته باشه، فقط این وظیفه دولت و سازمان‌های بهداشتی هستش که آگاهی لازم رو از طریق رسانه‌ها و مطبوعات و رادیو تلویزیون و در سطح مدارس و مردم بزنن. گفته در غیر این صورت این بیماری همه‌گیر و غیر قابل کنترل در جامعه خواهد ماند و خیلی هم گفتن اصلا همچین چیزی در
چند کاربرم گفتن که همچین چیزی در ایران وجود نداره، گفتن البته این نظر ما نیست، نظر مسئولین هستش. و اما نظر امیر رو براتون بخونم که گفته وقت آن رسیده که وزارت بهداشت تعارف رو کنار بگذاره و در ابتدا آمار واقعی مبتلایان به ایدز در کشور رو اعلام کنه و جهت پیشگیری از پیشرفت و ابتلای موارد جدید راهکارهای گسترده رو به شرح زیر به اجرا در بیاره. امیر پیشنهاد داده راه‌های ابتلا بدون تعارف، بدون تعریف و سانسور به مردم آموزش داده بشه. گفته در مورد انگزدایی از بیماری ایدز تلاش بشه روز جهانی مبارزه به ایدز به تقویم ایران برگرده و فیلم‌های آموزنده با موضوع ایدز تولید و پخش بشه و آموزش میدانی در مورد ایدز توسط وزارت بهداشت درمان و خانه‌های بهداشت به اجرا در بیاد. یه 15 سال پیش بود تو تلویزیون دولتی ایران یه فیلم سینمایی سریالی پخش شده بود، حالا تو اونم میگفت مثلا پسرشون رفته خارج از کشور مبتلا شده، ولی اونم اینقدر تراژیک کرده بودن و بعد مثلا پسر خودش رو جدا کرده بود از جامعه و مثلا خیلی یه جوری بود که عملا نه تنها فرهنگ سازی داشت نمیکرد که چطور باید مقابله کرد، یه جورایی ترسونده بود. به هر حال بیننده برنامه روی خط هستید که میخواییم الان تو این بخش به سراغ حسام بریم، بیننده که بخش قبل ارتباطمون باهاش قطع شد. آقای حسام نظر شما رو بشنویم. الو بله میشنویم نظرتون. سلام روز بخیر آرش جان. ببین من تو برنامه نبودم، بچه ها با من تماس گرفتن، الان یه خورده سرم شلوغه سر کار هستم، اگه بشه بعدا زنگ بزنن متشکرم. ممنونم. معمولا ما با کسی تماس نمیگیریم، نمیدونم حالا نقطه‌ای که حسام گفت چی بود. روال ما حالا برای اینکه سوء تعبیر نشه، روال ما اینه که شما عزیزانی که تماس میگیرید بعدش ما همکاران من با شما تماس میگیرم که روی خط داشته باشیم اونتون که به وقتش بیاد روی خط نظر بدید. متشکرم. نظر ساسانو براتون بخونم. گفته چطور غذا خوردن راه و روش میخواد، رابطه جنسی نمیخواد. گفت وقتی اصل موضوع یک تابوی ترسناک هستش در حد اسمش نبر میارن، آموزش و سوادش هم یک جور ترس داره. و همینطور کاربری به نام نظری در اسکایپ برای ما پیام نوشتاری گذاشته، گفته مردم باید باور کنند که مورد احترام هستن، باید آگاه باشن، باید خودشان را باور کنند و باید برای هر آنچه که به آنها صدمه میزنه چاره پیدا کنند و برای توقف هر بیماری بکوشن. پس ایس که سالهای پیش فقط ترس و نگرانی بود، حالا کم کم به ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل خواهد شد. این هم نظری از کاربری در اسکایپ بود. بیننده برنامه روی خط هستید. در این دوشنبه از شما عزیزان پرسیم نظرتون درباره مهار ایس در ایران چیست؟ آمارهایی که مقام‌های بهداشتی در ایران اعلام می‌کردن زنگ خطری رو به صدا درآورد. وزیر بهداشت ایران میگه 27,000 ایرانی به ایدز مبتلا هستند و تخمین زده میشه که حدود 100,000 نفر به طور غیر رسمی مبتلا به این بیماری باشن. و نکته دیگر این که بیش از 50,000 ایرانی که مبتلا به این بیماری هستند خودشون از اینکه به ایدز آلوده شدن اطلاع ندارن و خب همین موضوع رو خیلی پیچیده میکنه. اگر مایل هستید بیاید روی خط نظر شما رو میشنویم. یکی از این آمارهایی که باز اعلام شده بود که در سال 91 33% موارد انتقال ایدز از رابطه جنسی بودی که نسبت به سال 80 که 10% بوده خب آمار خیلی بالایی انجام میداد. من داشتم سرچ میکردم، جستجو میکردم در حقیقت در مورد اینکه این آمارها کجا هست و مردم در موردش چی میگن. به یک وبلاگ برخوردم، وبلاگ کهنه سوار عجول. من یک بخشی از اونو که در مورد ایدز روز جهانی ایدز هستش رو براتون میخونم. گفته اگر قُر میزنید راهکار هم بدهید، یا باید بذاریم ایدز و سایر بیماری‌های مقاربتی زیاد بشن یا از خط قرمزها رد بشیم و گزینه سومی هم وجود نداره. اول از همه صدا و سیما باید صریح و بی‌پرده تابوشکنی بکنه و تو ساعت‌های پربازدید طوری که همه اعضای خانواده به صفحه تلویزیون خیره شدن به این مسئله بپردازه. از طرف دیگه باید یا شرایط ازدواج آسون بشه و یا گفته شاید من کهنه‌سرباز عجولی هستم که به خاطر اعتقادات و نیمچه نماز و روزه و قرآنی که میخونم از گناه و روابط نامشروع بترسم، اما نباید انتظار داشته باشیم که همه همینطوری باشن. گفته با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه و گفته هنوز تو کلاس‌های تنظیم خانواده استاد خجالت میکشه کاندوم رو به دانشجوهاش و نشون بده، چه برسه صدا سیمای ما بخواد این کار رو انجام بده. گفته یه روز جهانی ایدز دیگه هم گذشت، ما هم مثل کشورهای دیگه به گرامی داشت و سرهای همدردی با بیماران ایدز بسنده کردیم، اما دریغ از یک خدشکنی از صدا سیما. اتفاقا به این اشاره کردی رو یا به نگاه میکردم چند روز پیش توی خبرنامه به قول خودشون کافه خبری برگزار کرده بودن از کارشناسا دعوت کرده بودن تو اون بیزگه
نکته ای که میگفتن نکته قابل توجهی بود. به رغم اینکه کشورهای افریقایی معمولا معروفن به آمار بالای بیماران مبتلا به ایدز، اما میگفتن که تو خاورمیانه اصلا وضعیت خوب نیست و در واقع شمال خاورمیانه از مصر شروع میکردن تا این طرف مجاور ایران، اما تو بین اینها هم به ایران اشاره میکردن که عملا در ایران، در مرز ایران، رابطه جنسی به عنوان یکی از روش های ابتلا به این بیماری سه برابر شده و این رو خیلی تکان دهنده میدونستم و بهش اشاره کردم. تو بخش قبلم اشاره کردم در حالی که تو جهان دارن مهار میکنن رو به کاهش هست، اما مثل اینکه تو ایران متاسفانه هنوز اقدامات هم که کردن جواب نداره. البته خیلی از این آمارا هم خب همیشه پنهان بوده. یکی از تنها اولین وزیری که بگیم بهتره، اولین وزیری که تاب و شکنی کرد و آمار ایدز رو اعلام کرد خانم دستجردی بود که در مورد سونامی ایدز و راه سوم در حقیقت اطلاع رسانی کرد که خیلی مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخصوصا کسانی که در رسانه دستی دارن این مورد توجه اونها قرار گرفت و خیلی بررسی شد. اما خب هر سال برای روز جهانی ایدز کارهای مختلفی میشه و صحبت‌های مختلفی میشه. مهتاب کرامتی سفیر حسن نیت هستند که برای یونیسف و امسال ویدئوی کوتاهی برای روز جهانی ایدز آماده کردن در شبکه‌های مختلف اجتماعی و همینطور در یوتیوب میشه اونو پیدا کرد. من بخشی از اون اطلاع رسانی که خانم کرامتی کردن رو براتون آماده کردم که با هم ببینیم. چند ماه پیش وقتی برای اولین بار قرار بود این همکارم منو گریم کنه، به هم گفت که به بیماری ایدز مبتلاه و اگه دوست ندارم اون منو گریم کنه میتونه کارو به کسی دیگه واگذار کنه، اما من میدونم بیماری اون مانعی برای ادامه همکاری ما نخواهد بود، چرا که بیماری ایدز از طریق تماس معمولی منتقل نمیشه. این نگرانی خیلی از کسانی هستش که اطلاعات کافی در مورد ایدز ندارن، احساس میکنن با دست دادن یا حتی روبوسی کردن هم این بیماری منتقل میشه. اما یکی از راههایی که من به شما پیشنهاد میکنم این که یک سرچ کوچولو کنید. حالا آرش گفت تو صفحه ما برین سر بزنید، اما میتونید یه سرچ کوچولو کنید و اینکه اطلاعات خیلی خوبی میتونن پیدا کنن. البته پیشنهادمون اینه که بازم به سایت های معتبر مثل سایت وزارت خونه ها مراجعه کنن یا سایت هایی که بین المللی هستن و اطلاعات دقیق تری دارن به اون مراجعه کنم و اطلاعاتی که میخوان به دست بیارم. خب بیننده دیگری که روی خط هست علی است از ژاپن. علی نظر شما رو بشنویم. الو آقای سیگارچی صدای من داری؟ بله میشنویم نظر شما رو. با عرض درود و خسته نباشید، خواستم بگم که حالا دولتمون یه خود به اصطلاح سهل‌انگاری میکنه و به اصطلاح همکاری نمیکنه. نظر من اینه که شما در نظر بگید یه میلیون از هموطنان اگه این اطلاعات رو داشته باشن که برای پیشگیری هر یه نفر روزی به یه نفر هم آموزش بده، در روز میشه دو میلیون نفر داشته میشن. یعنی من که اگه اطلاع دارم به دوستم، به همکارم، به هر کی که والا باش راحت ترم این اطلاع رسایی رو بکنم، خود به خود مسترده میشه دیگه. حالا خارج از بحث رسانه عمومی و تلویزیون و روزنامه و این چیزا، یعنی فکر میکنید پس خود مردم میتونن این کار رو خودشون انجام بدن؟ حالا دیگه حالا خود مردم، حالا که دولت به قول هموطن هم میگن که همکاری نمیکنه و حالا میترسه و حالا به هزار یک دلیل، خود مردم حالا دست به کار بشن. بله متشکرم آقای علی که از ژاپن اومدید روی خط نظر. اینم بخش از بحث امروز بود که مردم چقدر میتونن نقش داشته باشن که این بیننده از ژاپن در مورد صحبت کرد. اما نظر پیمان رو براتون بخونم، گفته به نظر جامعه 100% آمادگی آموزش رو داره چون برای سلامتی خودش مفیده، ولی لازم هست تا دولت همین آمادگی رو داشته باشه. گفته دولت باید مسئولیت پذیری خودش رو در قبال سلامتی جامعه نشون بده و با پخش کتابچه‌های آگاه کننده و سیدی‌های آموزشی در بطن جامعه و اقدامات عملی وزارت بهداشت همچون پخش سرنگ رایگان در اماکن‌های خاص و بها دادن به انتشار فرهنگ، استفاده از سایر ابزارهای مؤثر در پیشگیری و همچنین وزارت آموزش پرورش با برنامه‌ریزی و آموزش در مدارس در مقاطع مختلف آموزشی و مقاطع متوسطه با جدیت خاص در این جهت تلاش کنه. و اما رامین معتقده که مذهب بخشی هستش که اجازه نمیده در مورد رابطه جنسی صحبت بشه و در بیشترین بحث شروع ایدز هم به همین رابطه جنسی برمیگرده. حالا بیننده قبل اشاره کرده بود به مردم، به همدیگه بگم پدر مادر به بچه هاشون
دیگه از این ساده تر که نداریم. علی از بگو، ببخشید معذرت میخوام. آش امروز من یه چیزی دیدم تو توییتر، حالا نمیدونم چون عکس ازش ندیدم، اما پوستراشو دیدم که قرار بود تاکسی ها در مشهد و در تهران تاکسی های زرد روبانای قرمز ببندن و برای اطلاع رسانی در سطح شهر. این خودش یکی از کارهای نمادی میتونه باشه، البته یک روز فقط فکر میکنم. علی از آلمان روی خط هست. آقای علی نظر شما رو بشنویم. درود بر شما، شما خوب خسته نباشید. من می‌خواستم نوشتم براتون توی فیسبوک من تا جواب نگرفتم. اول راه حلایی که ما بدیم هیچ کدوم اجرا نمیشه، ولی راه حل من خودم توی کار درمانی بودم حدود 24-5 سال پیش تو ایران که اومدم، یک نفر ایدزی داشتیم. ممنونم علی عزیز، عذرخواهی میکنم که ارتباطمون زیاد کیفیت مناسب رو نداره. تشکر میکنم ازت، ببخشید، امیدوارم تو فرصت بعد شما رو داشته باشیم. برای فیسبوک نوشته 35 سال پیش این کار. متشکرم از همه شما عزیزان که با ما در این برنامه روی خط همراه بودید. شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.